استفاده از پریست ها توی لایت روم فوق‌العاده کاربردیه و فوق‌العاده تنوع زیادی داره. یعنی شما توی اینترنت رو اگر بگردید سرچ بکنید، شاید میلیون ها پک های پریست های مختلف رو پیدا بکنید که میتونید ازشون استفاده بکنید. پریست ها چیکار میکنن؟ یه سری تنظیمات نوری و رنگی مختلف هستن. یعنی شما دیگه لازم نیست که توی لایت روم عکستون رو بشینید دونه دونه با این اسلایدرها و با این ماژولا سر کله بزنید و عکستون رو ادیت بکنید. روی با اون پریست ها روی یکی از پریست هایی که میخواین کلیک میکنید و عکستون ادیت میشه. خیلی راحت. تقریبا میشه گفت یه چیز تو مایه های همون فیلترهای اسنپچت و اینستاگرامه که عکستون رو انتخاب میکنید، اون فیلترش انتخاب میکنید، میزنید، عکستون رنگ و نورش تغییر پیدا میکنه. توی این ویدیو میریم یه پک پریست لایت روم رو یاد میگیریم که چجوری اینستال کنیم توی نرم افزار لایت روم و ازش استفاده میکنید. ادامه ویدیو رو پس ببینید. من شهرام جهانسوز هستم و به کانال فوتوتراپی کانادا خوش اومدید. توی این کانال در مورد عکاسی و نرم افزار و آموزش و سفرهای آفرودی و مسافرت و همه چی ویدیوهای باحال و خوب جذاب میذاریم و تهران گردی. البته برید ببینید ویدیوی قبلی رو. بریم سراغ لایت روم و پریست ها. بزن بریم. پکی که من دانلود کردم اینجا به اسم Lightroom Preset یه فایل زیپ هست که براتون لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم، میتونید دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. خب من اینو اول آنزیپش میکنم و توی دسکتاپم الان یک فولدری اضافه شد به اسم Lightroom Preset. خب اینو هر جای هاردتون که دوست داشته باشید میتونید بذارید. حالا نباید لزوما روی دسکتاپ باشه. میریم تو محیط نرم افزار. خب توی قسمت دیولوپ مطمئن باشین که توی تب دیولوپ هستید. قسمت سمت راست اینجا یه گزینه‌ای دارید به اسم پریست که یه مقدار پریست های هم خود لایت روم اینجا گذاشته، یعنی اینا با خود لایت روم میاد ولی خب تنوع زیادی نداره دیگه. مثلا توی کالر میبینید که من موس رو که روشون نگه میدارم یه تغییرات رنگی روی عکسم انجام میشه. ما با اینا کاری نداریم، میخواییم اون چیزهایی که خودمون در واقع دانلود کردیم رو میخواییم استفاده بکنیم. برای این کار روبروی دقیقا پریست اینجا یه به علاوه هستش، یه کلیک میکنیم اینجا گزینه ایمپورت پریست و میایم آدرس اون فولدری که آنزیپ کردیم رو بهش میدیم. خب من داخل فولدر لایتروم پریست هستم و این فایل ها رو سلکت میکنم. 35 تا الان اینجا پریست مختلف داره و اینجا گزینه ایمپورت رو میزنم. خب این یه مقدار طول میکشه تا ایمپورت بشه. من اینجا ویدیو رو رد میکنم، میریم سراغ مرحله بعدی. خیلی خوب، ایمپورت فایل های پریست ما تموم شد. حالا اگه دقت کرده باشید اینجا یه گزینه اضافه شد به اسم User Preset. این منو رو باز میکنم، اینجا الان 35 تا پریست مختلف دارم. خب من موس رو هر کدوم از اینا اگر که ببرم نگاه کنید ببینید فضای رنگی و نوری عکس من تغییر پیدا میکنه. حالا همینطوری موسو که روش نگه داریم در واقع پریویوشو میتونیم ببینیم، لازم نیست الان کلیک کنیم روشون تا اون چیزی که میخواییم و سلیقه‌مونه رو پیدا بکنیم. خب حالا روی یه عکس دیگه مثلا امتحان کنیم. روی کدوم خوبه؟ این مثلا. خب ببینید من موسو میارم شماره 2 مثلا، یه فضای دارکی داره، فضای پاییزی شماره 2، شماره 3 یه مقدار رنگا رو مجنتا کرده، رنگای نارنجی و هر کدوم از اینا رو که بخوایم میتونیم انتخاب بکنیم. این یکی خیلی قشنگ بود. خوش. آها. شماره 4 رو من کلیک میکنم. خب الان ببینید تمام اسلایدرهای تنظیمات من الان تغییر کرد، از صفر در اومد. هایلایت اتوماتیک دست نزده، شادو رو برده بالا، وایت رو کم کرده و الی آخر. می‌بینی کرومون هم اومده خودش
تنظیم کرده. خب الان یه کاری که من میتونم بکنم اینی که من خودم هم میتونم یه تغییراتی روش بدم، خودم هم میتونم یه سری چیزاشی که دوست ندارم تغییر بدم. الان عکس من زیاد سیاهی توش زیاده، یه مقدار اکسپوژر هم میبرم بالاتر، وایبرنس هم کمتر میکنم، میارم تا 80 تقریبا، شادو رو زیادتر میکنم و هایلایت اکسپوژر رو یه ذره بیشتر میکنم. خیلی خوب، کافیه انقدر بسه من. خب الان به اون در واقع ادیت ایدئال من رسیدم، تمام. عکسم رو انتخاب میکنم اینجا، رایت کلیک، اکسپورت و اکسپورت میکنم، دکمه اکسپورت رو میزنم و عکسم رو ذخیره میکنم. خب حالا بریم روی یه عکس دیگه هم باز ببینیم، مثلا کدوم، مثلا این. خب اینو میدیم توی مدلای دیگه ای، مثلا نه این خوشگل است، کدومش خشنگه، شماره 18. الان 18 رو من میزنم. خب اینم باز دوباره میام تغییرات میدم توش، وایبرنس کم میکنم رنگ رو، اکسپوژرش رو میبرم بالاتر، هایلایت رو میارم پایین، شادوم رو میبرم بالا یه ذره. خب این تقریبا اون عکس دلخواه من شد، میتونم ذخیرش بکنم. دوستان دقت بکنید، هرچی پک های مختلف و پریست های زیادتری رو توی لایت رومتون ایمپورت کرده باشید، موقعی لود کردن نرم افزار بیشتر زمان میبره، باید دونه دونه این فایل ها رو پیدا بکنه، لود بکنه. حالا خیلی هم نرید یه عالم پریست بریزید وسط لایت رومتون. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، یکی از سایت های ایرونی خودمونم یه پک 11000 تایی پریست گذاشته برای دانلود مجانی، اونم میتونید برید پیداش بکنید، گوگل کنید پیداش بکنید، دانلود کنید، پک بسیار بسیار خوب و ارزشمندیه، اونم میتونید ازش استفاده بکنید. کاتگوری های مختلف داره، عکسای تابستونی، عکسای زمستونی، آرشیتکتور، عکسای ودینگ، عروسی، پک های مختلف داره، تو هر پکش هم یک عالم پریست، شاید 40 50 تا پریست داشته باشه هر پکش، اونم یادتون نره. خب روی یه دونه دیگه از عکسام امتحان میکنیم که قشنگ دستمون بیاد داستان چیه. این عکس شماره 8 رو، عکس خام اینجا. آها این خوب شد، این خوب بود. موس و تون تکون بیدم گمش میکنم، کجا رفتی؟ این هاشش 13 مثلا، یه فضای مودی خیلی دارکه، با حالی شده، ولی من میخوام میذارم رنگام بیشتر بشه. وایبرنس هم میبرم بالاتر، اکسپوژر هم میبرم بالاتر، انقدر کافیه، تمام. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید، یاد گرفته باشید. دوستای گلم، اگر کانال فوتوتراپی کانادا رو سابسکرایب نکردید، این دکمه قرمز رو بزنید لطفاً، اون زنگولش هم بزنید که واسهتون نوتیفیکیشن بیاد برای ویدیوهای بعدی. یه ویدیو دارم درست میکنم در مورد یک سفر 10 روزه به کویر لوت، 27-8 ماشین آفرود، اون ویدیو رو از دست ندین، حتما ببینید. دارم فعلا ادیتش میکنم و ویدیوی بعدی رو هم اگه دوست داشتین برین ببینید. لایک یادتون نره، سوالی هم داشتین تو قسمت کامنت ها بنویسید. خیلی مخلصم، خداحافظ.